تجمع بزرگ و سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی در 14 دی ماه در حدود 20 شهر و بیش از 10 استان یک اتفاق سیاسی مهم در این هفته بود. این تجمع از قبل فراخوانش داده شده بود، از جمله در شهرهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، سنندج، کرمانشاه، همدان، اهواز، دسفول، رشت. اینها شهرهایی که الان تو ذهن من هست. این تجمعات به پا شد. بار دیگه بازنشستگان به خیابون اومدن و فریاد زدن معیشت، منزلت حق مسلم ماست و صدای اعتراضشون رو علیه فقر، گرانی، تبعیض، نابرابری، اختلاس ها و دزدی ها و نابسامانی که بر کل جامعه در واقع حاکمه بلند کردند. تجمع قبلی اونها در 23 آذر ماه بود و شعار اونها اینه که فقط کف خیابون میشه حقمون رو بگیریم و با همین شعار در تدارک تجمع بعدی خودشون هستن در 21 دی ماه. بازنشستگان نقش بسیار درخشانی در جلو آوردن خواستای سراسری کل جامعه داشتند، از جمله درمان رایگان برای همه و یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، معیشت، منزلت حق مسلم ماست. اینها اون شعارها و خواستایی که میبینیم چطور تکثیر شده. بازنشستگان همواره صدای اعتراض خودشونو علیه امنیتی کردن مبارزات و علیه سرکوبگری ها بلند کردن. خواهان اجرای همترازی مشاغل شدن و به خلف وعده ها اعتراض دارن، به اینکه هر روز بیشتر و بیشتر قدرت خرید اونا کاهش پیدا میکنه اعتراض دارن و یک بخش بزرگی از جمعیت محروم کشور هستن که بنابر آمارهای خود حکومت بسیاری از اونها در زیر خط فقر زندگی میکنن و چنین شرایطی از زندگی است که تو این شرایط بحران کرونا و خطر این بیماری مهلک اونها جونشون کف دستشون گذاشتن و تجمع میکنن و میگن فقط کف خیابون حقمونو میگیریم و با این شعار در واقع دارن اعلام میکنن که با اعتراض، با اعتصاب، با تجمع میشه خواستا رو جلو برد و همواره الگویی بودن برای همه جامعه. و این اعتراض رو بذاریم کنار اعتراض قدرتمند نیشکر هفت‌تپه که از خرداد ماه در جریان و یقه حکومت و دزدی ها و اختلاس ها و چپاولگری هاشو گرفته، با قدرت شورایش ایستاده. این رو بگذاریم در کنار گسترش اعتراضات در مراکز نفت به دنبال اعتصاب مرداد ماه 25,000 کارگر نفت. این رو بذاریم در کنار اعتراضات جانانه کشاورزان در اصفهان که میگن هر هفته تجمع خواهیم کرد. بگذاریم در کنار اعتراضات بخش‌های مختلف، در کنار جنبش دادخواهی که اومده میگه ما دادخواهیم و کوتاه نمیایم، در کنار پیام‌های اعتراضی در سالگرد جانباختگان هواپیمای اوکراینی، اون وقت نشون میده که جامعه در چه حال و هوایی قرار داره. خواستای بازنشستگان خواستای همه مردمه و باید با تمام قوا از اعتراضات اونها حمایت و پشتیبانی کرد. تجمع بعدی اونها 21 دی ماه. بسیار اطلاع رسانی کنیم.